آقای امینی، درود بر شما. درود بر شما و درود بر هممیهنان ارجمند تلویزیون اندیشه. امیدوارم که شما سرخوش و خرم باشید و همچنین هممیهنان گرامی در این هفته هایی که به پایان سال 95 خورشیدی و نوروز 96 خورشیدی باقی مانده. هفته گذشته مطالبی که فرمودید سخت مورد توجه کسانی قرار گرفت که این تردیدها در ذهنشون در هم پیچیده بود سالها. بله. مثلا آقای دکتر یادگار از دوستان من که یک داروخانه بزرگ رو اداره میکنند میپرسیدند این قرارداد نفت در سال 33 چقدر بوده، یعنی قرارداد چند ساله بوده، چون بعضی میگویند این قرارداد یک دو سال مونده بود به پایانش مصدق نفت و ملی کرد. پیمان نخه، پیمان 60 ساله بوده. بله همین. من عرض کردم خدمتتون که 60 سال بوده. پیمان از این داستانا زیاد گفته شده. پیمان دارسی 60 ساله بوده، پیمان 60 سال دیگر پیمان دارسی رو تمدید کردن. پیمان در واقع میتوان گفت تا دوران نخست وزیری آقای رفسنجانی ادامه داشت. همینان گرامی، امروز که چهارشنبه 11 اسفند ماه 1395 خورشیدی است، سه روز به 50 سالگرد در گذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق مانده و از این رو در ادامه کاری که از هفته پیش آغاز کردیم، امروز برنامه برگی از تاریخ را به روشن کردن پاره از شبهات یا ناروشنی های دیگر پیرامون زندگی، اندیشه و کارهای مردی که نامش برای همیشه با تاریخ معاصر ایران در هم پیوسته است اختصاص خواهیم داد. یروند آبراهامیان، بله، که کتاب ایران میان دو انقلاب رو نوشتن، چندین بار در ایران این کتاب تجدید چاپ شده. بله. در بخشی از این کتاب می نویسد که مصدق منع فروش مشروبات الکلی و مخالفت با حق رأی زنان از تصمیمات نخستین کابینه او بود. کسان دیگری هم گویا از همین نوشته آقای آبراهامیان وام گرفتند و به آن افزودند و از جمله منع موسیقی در ماه رمضان، گفتند این هم از کارهای مصدق بوده. آیا این داوری ها، این داده های به اصطلاح داده های تاریخی درست است؟ آیا درست است که یکی از نخستین کارهای دکتر محمد مصدق مخالفتش با حق رأی زنان بوده؟ بله. جناب مهری، اجازه بدید من با سروده بسیار زیبایی از یکی از سخنسرایان بسیار بسیار برجسته تاریخ ایران، نظامی گنجوی، آغاز کنم. یا به گفته بسیاری نظامی گنجوی میگوید که چون نتوان راستی را درج کردن، دروغی را نباید خرج کردن. وگر گویی سخن را قدر کم گشت، کسی کو راستگو شد محتشم گشت. میگه اگر نمیتونید راست بگید، دروغ رو رواج ندید، هیچی نگید. این که مصدق با حق رأی زنان مخالفت کرده یک مفهوم حقوقی، تاریخی و ارزشی دارد. نخست این که این واژه مخالفت با چیزی، شما بهتر از من میدونید جناب مهری، در برابر چیزی است که پیشنهاد شده یا وجود می‌داشته. شما و من با هم می‌خواهیم به باعده از دوستان برویم نهار بخوریم. شما میگویید که برویم چلو کبابی شمشیری. من با شما مخالفت میکنم. اگر شما هیچ پیشنهادی نداده باشید،
من که نمیتوانم با پیشنهاد شما مخالفت کنم. این که میگویند مصدق با حق رأی زنان مخالفت کرد، جدا از این که این اصلا دروغ است، کار به این ندارم. ولی باید یک پیشنهادی، یک طرحی در جامعه، یک کارزاری، یک کوششی در جامعه برای دادن حق رأی به زنان وجود می‌داشته که مصدق در نخستین کابینه آمده و با آن مخالفت کرده. یک برگ کاغذ، برگ کاغذ به جای خود، یک خط نوشتاری، گفتاری، مستند نمیتوان یافت که کسانی آمده باشند و به دولت و مجلس شورای ملی موضوع حق رأی زنان رو پیشنهاد کرده باشند و این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته باشد و دولت مصدق که سر کار آمده با این پیشنهاد و این کوشش و چالش نمایندگان مجلس مخالفت کرده باشد. بنابراین از بنیاد این ادعا دروغه، چون از نقطه نظر حقوقی، واژه‌ای، ادبی، اخلاقی مخالفت در برابر چیزی است که در میان است. تنها باری در تاریخ ایران که موضوع حق رأی زنان عنوان شده در ساختارهای رسمی کشوری، در میان مردم که وجود داشته، در میان روشنفکران و پیشروان جامعه که به هر روی کسانی هوادار بودند، در دوران پس از شهریور 20 نمایندگان حزب توده، خود حزب توده طرفدار این نوع دیدگاه ها بودند، خیلی های دیگر هم هوادار حق رأی زنان و حق شرکت زنان در ساختارهای سیاسی بودند. اما این که در ساختارهای سیاسی رسمی کشور در مجلس پیشنهادی مطرح شده باشد، این تنها باری که رویداد در مجلس دوم مشروطه بود که بسیار کوتاه و زودگذر و با مخالفت بسیار تند و تیز و قرآنی مدرس روبرو شد و کنار رفت. و پس از اون، پس از شهریور 20، اینجا و اونجا گفتگو بر سر حق رأی زنان پیش آمده بود. هیچ یک از نخست وزیران پیش از مصدق بهایی به این درخواست نمیدادند. این درخواست، راستی هم این است که در جامعه دارای پایگاه بسیار معتبری نبود. یعنی بیشتر مردان حتی روشن فکر اون زمان جامعه یا مردان سیاسی جامعه هم با حق رأی زنان موافق نبودند. این فقط آخوندها و مذهبی ها نبودند که با حق رأی زنان مخالفت داشتند. بسیاری از رجال سیاسی اون زمان هم به این چیزها باور نداشتند که زنان باید در سیاست دخالت کنند، حق رأی داشته باشند، حق انتخاب شدن که به جای خود حق رأی داشته باشند. بنابراین این سخن از بنیاد نادرست. اما حقیقت چیست؟ راستی چیست؟ راستی این است که دکتر محمد مصدق نخستین نخست وزیر ایران است در درازای تاریخ مشروطه و کمتر کسی به این مسئله پرداخته. نخستین نخست وزیر تاریخ ایران است که به موضوع حق رأی زنان با نگاه مثبت نگاه کرده و خواهان دادن حق رأی به زنان بوده و نخستین نخست وزیر ایران است پس از مشروطه که موضوع حق رأی زنان رو در سندی به چاپ رسانده. بنابراین این سخن آقای ابراهامیان، دوست، من با ایشان آشنایی دارم، دوستی نزدیک ندارم، آشنایی دارم، این سخن آقای ابراهامیان و سپس کپی برداری از این سخن ابراهامیان در وارون سازان تاریخی دروغ تاریخی است. آقای ابراهامیان، البته من متهم ایشان رو به دروغ نمی کنم، ایشان نادرست رفتار کردن، غلط بوده برداشتشون. پژوهشگر دانشگاهی بسیار ارزشمندی هستند، با گاه بازگو کردن تاریخ بر پایه اسنادی که دقیق نخوانده‌اند. پوزش میخوام این رو میگم، بذارید عین دقیقاً موضوع رو مطرح کنم. مصدق نخستین کسی است در ساختار نخست وزیری ایران که در برای گرفتن حق رأی زنان از مجلس شورای ملی لایحه اصلاحی قانون انتخابات و لایحه قانون شهرداری ها رو به مجلس ارائه داد. در اون هنگام مصدق دارای این حق بود که پاره ای از قوانین رو
هیئت وزیران تصویب کنه. این لایه اختیارات این رو داده بود. در روزهای پایانی مرداد ببخشید اختیارات شش ماه اول دوم این دوره دوم این دوره پس از سی تیر در روزهای پایانی مرداد ماه 31 دکتر مصدق با بهره‌گیری از اختیاراتی که مجلس این عباراتی از کتابم برای شما میخونم بهره‌گیری از اختیاراتی که مجلس به او واگذار کرده بود کمیسیون پنج نفره این کمیسیون پنج نفره آقای شهشانی است احمد فریدونی عماد ممتاز از وزارت کشور علی قلی بیانی مدیر کل اداره شهرداری ها و قریب رئیس اداره انتخابات اینها رو تعیین میکنه برای رسیدگی و تهیه آماده سازی قانون جدید انتخابات به منظور تشکیل انجمن های شهر و بهبود امور شهرستان ها از مجموعه اینها در 14 شهریور ماه یک متن کامل لایحه انتخابات شهرداری ها برای نخستین بار در تاریخ ایران ارائه می شود و این جالب است که در این دوران جز یکی دو نوشتار کوتاه در دو روزنامه حزب توده و یک نوشتار در روزنامه اطلاعات درگیری چندانی در این باره در نمی گیره و این بسیار مهم است چون در اون دوران زنده یاد مصدق این لوایح رو به روزنامه ها میداده پیش از اینکه قانونی بشود که مردم داوری کنند این لایحه انتخابات شهرداری ها به روزنامه ها داده میشه و طوفان به پا میکنه چرا چون در این لایحه در بخش کسانی که از رای دادن محرومند و بخش کسانی که از انتخاب شدن محرومند برای نخستین بار در تاریخ ایران نامی از زنان برده نمیشود و این نبوده در تاریخ ایران قانون انتخابات در ایران این بخش قانون اساسی نیست قانون انتخابات در ایران اینگونه بوده که زنان در خود قانون اساسی متمم هم یک بخشی آمده زنان را از دادن حق رأی محروم میکردن جالب اینجاست که در اردیبهشت ماه 1328 سه سال پیش از این لایحه زنده یاد مصدق قانونی از مجلس گذشت برای خیلی جالب اینه که خدمتتون بگم قانونی از مجلس گذشت درباره اجازه اجرای انتخابات مجلس سنا این در اردیبهشت ماه 1328 تصویب شد و به دستینه محمد رضا شاه هم رسید در این قانون برای انتخاب نمایندگان مجلس سنا می نویسد که شهروندان ذکور ایران اتباع ذکور ایران با شرایط زیر حق انتخابات دارند اتباع ذکور ایران با داشتن شرایط زیر حق زیر قابل انتخاب شدن هستند در قانون لایحه انتخابات شهرداری ها بخشی به نام واژه نسوان وجود نداره چون واژه نسوان وجود می داشته در دوران مشروطه که زنان نسوان همراه با مهجوران و ورشکستگان به تقصیر از شرکت در انتخابات محروم هستند. در ماده پنج انتخابات ماده پنج این لایحه‌ای که مصدق به مجلس داده لایحه‌ای که در واقع مصدق بر پایه لایحه اختیارات میتوانسته تصویب کنه شرایط انتخاب کننده تابعیت ایران داشتن لااقل 16 سال تمام شمسی داشتن سواد فارسی به قدری که بتواند بنویسد تبتن در محل اقامت یا لااقل سکونت در آن از 6 ماه قبل از انتخابات 5 عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است 6 مهجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر در این بخش است که واژه زنان رو گذاشتن کنار ماده 6 انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد تابعیت ایران داشتن 30 سال تمام شمسی دارای حسن شهرت در محل توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی خب توانایی انتخاب شونده یعنی که بالاتره شرایطش لااقل 3 سال ساکن شهر یا قصبه محل انتخابات باشد عدم محرومیت از حقوق اجتماعی مهجور نبودن
و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر. ماده 7، اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند: 1. نخست وزیر و وزیران او، 2. افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش، 3. نمایندگان مجلسین در تمام کشور، 4. اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی، 5. رؤسا و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتها در شهر یا قصبه‌ای که مرکز یا شعبه شرکت در آن واقع است. نامی از زنان در هیچ یک از اینها موجود نیست. یعنی در شرایط انتخاب کننده زنان دارای حق هستند، در شرایط انتخاب شونده زنان دارای حق انتخاب شدن هستند. در ماده 7 که کنار نهادن افرادی است که نمی توانند برای انجمنهای محلی انتخاب بشوند و سپس برای انتخابات، نامی از زنان برده نشده. تنظیم کننده این لایحه کی بوده؟ شخص مصدق، شخص دکتر محمد مصدق. یعنی پیشنهادها به او داده شده و دکتر محمد مصدق این سند رو تایید کرده، دستینه نهاده. یعنی نه، اصلا تنظیم کرده به طور کلی. خب روشن است که این سند یک شورش در جامعه ایجاد میکنه، جامعه‌ای که اصلا آمادگی به این مسئله نه. اون هم لایحه‌ای که نمیخوان پنهانی به تصویب برسانند، این لایحه رو در روزنامه ها به چاپ رساندند. هنگامی که متن این قانون به روزنامه ها داده می شود، پرخاش گسترده روحانیان و غیر روحانیان آغاز می شود. در نوشته ای است که در دکتر شایگان، رئیس کمیسیون انتخابات مجلس، در دیماه 1331 به خبرنگار اطلاعات داده، می گوید دولت باید مملکت را روی اصول دموکراسی اداره کند، زیرا قانون اساسی ما مربوط به یک کشور مشروطه و دموکرات است. بنابراین اگر اکثریت مردم خواهان آن باشند که بانوان هم در انتخابات شرکت کنند، البته دولت قانون انتخابات را به همین نحو اصلاح خواهد کرد. ببینید، با یک دیدگاه بسیار روشنی پیرامونیان مصدق آمدن به میدان و خواهان شرکت زنان در انتخابات هستند. شایگان در همین مصاحبه که در اطلاعات چاپ شده آمده، آقای دکتر مصدق نیست سخت خواهان شرکت بانوان در انتخابات عمومی هستند. ببینید، این آقای شایگان است، رئیس کمیسیون انتخابات، نماینده مجلس، از یاران بسیار نزدیک دکتر مصدق، آشکارا میگوید که آقای دکتر مصدق خواهان شرکت زنان در انتخابات است. و کسانی آمدند و تاریخ میسازند که مصدق از آغاز با طرح رأی زنان در انتخابات مخالفت کرد. نخستین کسی که به مخالفت با این لایحه پرداخت آیت الله بهبهانی بود که معروف است به آخوند دربار. این برجسته‌ترین روحانی هم پیمان دربار، بعدا در 9 اسفند از برپا کنندگان بلوا بود، نامه نوشت به مراجع قم و از اونها درخواست کرد که نظر بدن. سید صدرالدین سعد، یکی از روحانیان برجسته قم، پاسخی نوشته به آقای بهبهانی: خدمت حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج سید محمد بهبهانی، با آنکه در طرح قانونی لایحه انتخابات که اخیراً از طرف آقای نخست وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده، صریحاً اجازه مداخله در انتخابات به زنان داده نشده است، ولی چون اخیراً زمزمه هایی از بعضی اطراف شنیده می شود و مطالبی در بعضی از جراید منتشر می گردد، مقتضاست حضرت عالی متذکر گردید به آقای نخست وزیر که این صحبت ها و مطالب موجب تزلزل آقای نخست وزیر و مصادر نگردد، زیرا این امر، یعنی مداخله آنها، یعنی زنان، در انتخابات به جهاتی چند غیر مشروع و حرام می باشد و در کشور اسلامی به حول قوه الهی اجرا نمی گردد. این نخستین بار است که آقای بروجردی به خط خودش در کنار همین نامه سطر حاشیه نوشته. هیچ دخالتی در سیاست نمی کرده جز این مورد.
این حساسیتی است که آخوندها نسبت به دخالت زنان داشتن. این عبارت آقای بروجردی رو برای شما میخوانم: نظر به این که همین قسم که مردم مرقوم داشته اید ممکن است بعدن که بعضی زمزمه ها تأثیری داشته باشد، مستدعی است تذکر بدهید، یعنی به مصدق، که در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است ممکن الاجرا نیست. آقای حجت کرمانی، حجت کوکمری، ببخشید، او هم یادداشتی فرستاد: در بلاد اسلامی امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه آشکار است، اجرای آن غیر ممکن است و تولید مفاسد خواهد نمود. پس از این نامه ها ریختن مردم در قم بیرون، یک نفر هم کشته شد، عده زیادی آمدن در مقابل مجلس و با ناسزاگویی به مصدق و توهین و اینکه مصدق به نوامیس مسلمانان تجاوز کرده، ناموس مسلمانان زن اونهاست، اونها رو میخواهد به انتخابات بکشاند و آزادی به اونها بدهد، واکنش بسیار بسیار تندی کردند. و جالب اینجاست که در این واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس هم درگیر شدند و سرانجام این لایحه رو کشتند. این لایحه رو عملا اجازه ندادند که اجرا بشود و خیلی ها بر این باورند که طرح این لایحه یکی از نقاط آغازین جدا کردن روحانیان از مصدق و آغاز جنب و جوشی بود که بعدها به براندازی او انجامید. پس از 28 مرداد، هنگامی که آقای زاهدی سر کار آمدند، لایحه انتخابات شهرداری ها کنار نهاده شد و انتخابات شهرداری ها بر پایه همان مفادی که در انتخابات مجلس پیشتر تعیین شده بود که زنان از حق رأی محروم هستند، ادامه پیدا کرد و تا مرگ آیت الله بروجردی دیگر سخنی به میان نیامد و طرح محمد رضا شاه برای دادن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان پس از مرگ آیت الله خمینی، آیت الله بروجردی، در جنب و جوشی بود که به نام انقلاب سفید معروف شد. ببینید تا چه اندازه، جناب موری، تا چه اندازه یک امتیاز رو به یک جنبه منفی تبدیل می‌کنند. آقای امینی، درباره منع فروش مشروبات الکلی، آیا همین آقای ابراهامیان درست گزارش کرده؟ آیا دیگران که در این باره چیزی نوشتند گزارش راستگوی تاریخ هستند یا تاریخ را به میل و سلیقه خود نوشتند؟ من دریافتم در این چند سال گذشته که در بررسی تاریخ، چه بررسی تاریخ مثلا دوران رضا شاه، دوران قاجار، دوران محمد رضا شاه و به ویژه در بررسی تاریخ دوران مصدق، زندگی و رفتار مصدق، خیلی از آدم‌هایی که داوری می‌کنند واقعا تاریخ رو نخواندند، اسناد رو نگاه نکردند و کپی برداری می‌کنند. امروز به ویژه با پدیدار شدن اینترنت که همه از یکدیگر یاد می‌کنند و یک دروغی که به اینترنت راه می‌یابد بارها تکرار می شود، این رفتار بسیار بسیار دشمنانه با تاریخ ادامه داره. مثلا چند سال پیش یادداشتی به من رسید با شور و شوق که بله این 200 سال، بله این تا این پیمان ترکمانچای به پایان رسیده، 90 سال گذشته، چیزایی از این دست که من توضیح دادم که اصلا اینها معنی نداره، چنین چیزی در پیمان ترکمانچای نبوده. بعدم پیمان ترکمانچای رو دولت شوروی لغو کرده در اون پیمان روسی ایران و ایران و شوروی. اما این موضوع که آیا منع مشروبات الکلی که آقای ابراهامیان گفته و این رو از دیگران یاد کرده و دیگران هم از آقای ابراهامیان یاد کردن و تکرار کردن، گفته که یکی از نخستین تصمیمات کابینه اول مصدق منع مشروبات الکلی بود، دروغ آشکار است. یعنی آقای ابراهامیان اصلا نرفته تحقیق کنه. من پوزش میخوام، ایشون رو دروغگو نمیخونم، ایشون انسان فرهیخته ای هستن، ولی ایشون اصلا نرفته
پژوهش کنه صورت جلسات هیئت وزیران رو. اینها موجوده، اینها رو رنج به خودش بده، بخواند صورت مذاکرات مجلس رو نگاه کنه و ببینه آیا واقعا به راستی در کابینه نخست مصدق اصلا چنین موضوعی مطرح شده، رأی در این باره گرفته شده، وجود نداره. اما از کجایی مطرح شده؟ در 12 من یاد داشتم آوردم که خیلی دقیق خدمتون بگم برای اینکه همیهنان آشنا با این مسائل باشن. در برای نخستین بار در دوران پادشاهی پهلوی، چون در دوران رضاشاه هیچگاه در مجلس گفتگو بر سر منع مشروبات الکلی در نگرفت، تنها سندی که از دوران رضاشاه درباره نفروختن مشروب الکلی داریم همان اعلامیه معروفی است که رضاخان که سرپرست قزاقان بوده پس از گرفتن تهران به عنوان اعلامیه حکم می‌کنم بیرون داده، که در اون اعلامیه مشروب فروشی ها رو دستور تعطیلش دادن، ولی اون اعلامیه هم به زودی کنار نهاده شد. ولی در تمام دوران پادشاهی رضاشاه در مجلس شورای ملی و یا در مصوبات هیئت وزیران، در دستورهای هیئت وزیران هیچ نشانی از اینکه می‌خواستند جلوگیری از فروش مشروبات الکلی بکنند نمی‌بینیم. دلیلش هم خیلی روشن است. در این است که یک چیزی وجود داشته به نام باندرول الکل که مشروبات الکلی مالیات کلانی به دولت می‌داده و این درآمد کلانی برای دولت ایران که اون هنگام هنوز درآمد نفت رو هم نداشته به شمار می‌آمد. در 12 تیر ماه 1327 هیئت وزیران دولت آقای حشیر، همون کسی که با اینکه چهره بسیار فرنگی داشت سخت پایبند مسائل مذهبی بود، دولت حشیر برای نخستین بار مسببه ای رو گذراند که اون هم نه در سرتاسر کشور، که فروش نوشیدنی های الکلی در شهرهای قم، مشهد و شهر ری ممنوع باشه. این سه شهر رو برای نخستین بار در دوران آقای حجیر، شاید هم زیر فشار آقای بروجردی، ممنوع کردن. هیچ دولت دیگری هم این رو به چالش نکشید پس از دوره حجیر. در مجلس، در نشست 11 خرداد 1329، مجلس 16 پیش از آغاز نخست وزیری رزمارا آقای مهدی صدرزاده، پوزش میخوام به یادداشت‌ها نگاه میکنم چون نامها رو باید با دقت بگم، آقای مهدی صدرزاده نماینده شیراز با پشتیبانی جنجالی آقای عبدالصاحب صفایی رئیس پیشین کمیته ایالتی حزب توده در مازندران و نماینده نومسلمان ساری، نامه گروهی از محترمین شیراز را در حرام بودن مشروبات الکلی خواند. پس از این پیشنهاد را برای ممنوع کردن مشروبات الکلی دادن به کمیسیون دارایی، در اونجا هم مرد، به جایی نرسید. دولت رزمارا البته در سودای سیاسی در مجلس هفتم، در مجلس ببخشید، در نشست مجلس در هفتم بهمن 1329، ببینید خیلی مهم این تاریخ، هفتم بهمن 1329 نزدیک به 1 ماه و 1 هفته پیش از کشته شدن رزمارا، کمیسیون بهداری مجلس با پشتیبانی وزیر بهداری دکتر جهانشاه ساری طرح ماده واحده را برای منع استعمال مشروبات الکلی و تریاک به مجلس آورد. این دوباره در اون دوران کوتاه نخست وزیری علا، باز هم این به مجلس آمد. در روز 18 فروردین 1330، جناب مهری شما تاریخ رو خوب میدونید، 18 فروردین 1330 چند روز از نخست وزیری مصدق فاصله داره؟ دو هفته فرمان نخست وزیری گرفت. در دوران آقای علا که در اون هنگام نخست وزیر موقت بود رزمارا، بله، و زمامداری مصدق نخست وزیر شده بوده، وزیر دارایی ماده واحده‌ای رو
20 روز پیش از آغاز زمامداری مصدق به مجلس آورده. عین ماده واحده رو خدمتتون میخونم. ببینید تا چه اندازه اون وقت دروغ پردازی درباره دوران مصدق است. نظر به این که در شرع مقدس اسلام نوشیدن مواد الکلی حرام است و نظر به این که اصول بهداشت عمومی و مقررات بین المللی، معلوم نیست کدوم مقررات، نوشیدن مواد الکلی و کشیدن تریاک و مشتقات آن را ممنوع داشته است، دولت مکلف است در اسرع اوقات لایحه‌ای مبنی بر منع تهیه و فروش و شرب مواد الکلی و همچنین منع کشت خشخاش و کشیدن تریاک و مشتقات آن را تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. این ماده واحده در واقع داده شد به کمیسیونی در مجلس. در روز یک شنبه 15 اردیبهشت 1330، یک هفته پس از آغاز زمامداری زنده یاد مصدق، سید محمد علی شوشتری جزایری، آقای مهری معروف بود به سید بسم الله، چون تمام گفتگوهای خودش رو در مجلس با عبارت بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرد، معروف بود به سید بسم الله و مال دوران جوانی شماست. شما اون دوران یادتونه کمی ها؟ بله. این سید بسم الله نماینده جنجالی گرگان، این بعدا هم مثل که شهردار اونجا شد. بله بله، این آدم تنها کسی است که در هنگام رأی به زمامداری مصدق رأی منفی داده، یعنی همه در مجلس رأی مثبت دادن، این تنها کسی که رأی منفی داده. در همون نشست 15 اردیبهشت یک سخنرانی کرده و در مذاکرات مجلس موجود است، گفته که از همین امروز امر فرمایید مشروبات الکلی چه به طور کاسه فروشی و چه به بطری فروشی، چون هم بطری میفروختن هم میتونستن برن کاسه ای مشروب بخرن، و چه در مهمانخانه ها استعمال آن ممنوع شده و مرتکبین به مجازات قانونی برسن و این مبلغ ناچیز حرام را از درآمد عرق فروشی از بودجه مملکتی حذف کنند. البته جالب اینجاست که حتی آقای کاشانی مجتهد نجف رفته و درس خوانده دینی که در اون هنگام هنوز از آقای مصدق پشتیبانی میکرده، می‌نویسد که آقا این درآمد شهرداری ها در ایران از این درآمد فروش نوشابه های الکلی تامین باندرول باندرول و این درآمد دارای جایگاه بوده. بارها مصدق با این پیشنهاد مخالفت میکنه و جالب اینجاست که بار دیگر که این موضوع منع مشروبات الکلی سر بلند میکنه، پس از دورانی است که کاشانی از مصدق جدا شده و فرایند کوشش برای براندازی مصدق در گرفته، یعنی کوششی است برای اینکه، حتی حاج مهدی عراقی هم در خاطراتش این رو گفته، میگه که مصدق در حالی که به نواب قول داده بود، اصلا نواب رو ندیده بود که قول بدهد، در دوران نخست وزیری اصول اسلامی رعایت کند کارخانه مشروب سازی تأسیس کرد و آن را تعطیل نکرد. این اتهامی است که حاج مهدی عراقی به مصدق زده. در همون خاطراتشه؟ بله، در خاطراتش، بسیار بسیار خاطرات واقعا دردناکی هم از خواندنش ناگفته ها. ولی شما نگاه کنید تاریخ ها رو، گفتگوهای مجلس از بهمن 1331 انتخابات آمریکا انجام شده، تدارک براندازی مصدق شکل گرفته، از میانه بهمن 1331 در مجلس ماجرای منع مشروبات الکلی بالا میگیره و تومار به مجلس میاره و حتی نمایندگان مصدق رو به مجلس فرا میخوانند که بیایند و گزارش بدن چرا از مشروبات الکلی جلوگیری میکنه و حتی مجلس رأی میدهد به منع مشروبات الکلی. 6 ماه به مصدق وقت میدهند که این رو اجرا کنه و مصدق زیر بار نمیرود، یعنی این 6 ماه البته به 28 مرداد میکشد و
به جایی نمیرسه. بنابراین این ماجرا که گویا دکتر محمد مصدق از همون آغاز پیش قدم بوده در غیرقانونی کردن مشروبات الکلی اصلا یک دروغ تاریخی است. خود مصدق مشروب نمیخورده ولی باور نداشته که دولت باید بیاید و فروش و تولید مشروبات الکلی رو ممنوع کنه و بارها نمایندگانی را از سوی مجلس به سوی دولت به مجلس فرستاده برای دفاع از این حق دولت که مشروبات الکلی رو منع نکنن و این درآمد دولت رو نبندن و این یکی از کوشش‌هایی بوده برای ناتوان کردن دولت مصدق و به ویژه با اسنادی که امروز در دست داریم گواهی بر این است که در سازماندهی برنامه‌ریزی‌های سازمان سیا و MI6 انگلیس برای جدا کردن روحانیان و نیروهای مذهبی از مصدق طرح مسئله مشروبات الکلی به عنوان یکی از راهکارها شناخته شده بوده. یعنی دست خارجی در کار بوده؟ نه، ببینید شرایط داخلی وجود داشته ولی اونها بهره گرفتن به این نتیجه رسیدن که برای ناتوان کردن مصدق این رو دوباره زنده کنند. یکی از آدمهایی که فوق‌العاده فعال بوده در این زمینه، یعنی آدمهایی که فعال بودن، یاران کاشانی هستن، از جمله آقا شمس قنات‌آبادی معروف در مجلس. خودش مشروب خور بوده میگن. خوش همه کاره بوده اون اصلا، یعنی فسادی نبوده که شمس قنات‌آبادی به اون آلوده نبوده باشد، ولی بر روی در مجلس حالا عمامه به زمین نزده ولی تقریبا یعنی طوری نشان داده که اصلا کشور در حال تباهی است، چون مشروب فروشی وجود داره. کشف کردن که یک بار مشروب فروشی وجود داره در ایران. شما در همون کتابتون درباره یکی از بازگو کنندگان از آقای آبرامیان نوشته اید آن بازگویی ها به پشم واخیده بیشتر میماند تا بازگویی گفته ای از یک پژوهشگر دانشگاهی. مراد و منظور شما از پشم واخیده چیست؟ واخیدن، جدا کردن پنبه و نمیدونم بله. پشم از پنبه دانه. این واژه کهنی است در زبان فارسی که به جای حلاجی به کار برده می شده. شاید نام حلاج رو باید واخیده می گفتیم. واخنده. واخنده، بله واخنده. این حلاج، حلاجی برای جدا ساختن یا واخیدن برای جدا کردن پنبه از پنبه دانه بوده، اما در مورد پشم هم به کار رفته که پشم رو واخیدن باید تا اینکه این پشم در واقع به جایی برسد که بتوان از اون نخ پشم ساخت. من این رو به کار بردم به عنوان یک انبوهی از چیزی که معلوم نیست که چیست. چون اشاره‌ای در این گفته آقای آبراهامیان وجود دارد، خیلی کناری آقای آبراهامیان به این پرداخته ولی نویسندگان دیگر که از او وام گرفتند به این منع مشروبات الکلی یه بندم افزودند. این رو من واخیدن پشم در واقع نامیدم و اون این بوده که گفتن که یعنی آمدن در واقع گرمتر کنن داستان رو. ایشون گفته منع مشروبات الکلی و چند تا همون مسئله مخالفت با حق رای زنان، ممنوع کردن موسیقی در ماه رمضان رو هم به این افزودن. یعنی در بازگو کردن آنچه که آقای آبراهامیان گفته فکر کردن که این کمه، یک کمی این رو سنگین تر کنیم که مصدق رو خیلی آدمه دشمن به هر حال رفتار مدرن نشان بدهیم. گفتن او گفته بوده منع مشروبات الکلی و مخالفت با حق رأی زنان جزو نخستین تصمیمات دولت مصدق بوده، اینها پخش موسیقی در ماه رمضان رو هم به اون افزودن. حالا ماجرا واقعا چیست؟ ماجرا در این است که رادیو تهران که در سال 1000 و در 4 اردیبهشت 1319 در ساختمان بی سیم جاده شمیران آغاز به کار کرد. این از همون آغاز یکی از بخشای برنامه های رادیو تهران برنامه مذهبی بوده و آقای راشد از همون دوران آغاز این کار با رادیو همکاری میکرده. یعنی در رادیو که از سال 1020 آغاز شده با این همکاری میکرده. من این تاریخ رو خدمت رو میگم، در ماه
رمضان 1327. ببینید اصلا به مصدق ربط نداره. هجیر که نخست وزیر بوده دستور میداد که برای خوشنود ساختن آیت الله بروجردی سخنرانی های دینی حجت الاسلام فلسفی معروف رو در ماه رمضان زنده از رادیو پخش کنند و پیش از اون هم سیاست پخش نکردن موسیقی در رادیو از زمان نخست وزیری سهیلی رسمی بوده. چه ربطی به مصدق دارد من نمیدونم. جالب اینجاست که در نوشته های احمد کسروی که 6 سال پیش از آغاز زمامداری زندیاد مصدق کشته شده بود، در یکی از یادداشت های بسیار مهم احمد کسروی میگوید که در سال 1323 این رو نوشته احمد کسروی: دیدیم در این 3 سال رادیوی ایران یک دستگاه ملایی گردید که کم کم روشان باز شد و پارسال و امسال روزه هم خواندند. اگر جلوگیری نشود هر آینه سال آینده نوحه نیز خواهند خواند و خانواده ها باید در پیرامون رادیوها دایره پدید آورند و به هوای آن سینه کوبند و ترجیح های نوحه را خوانند. ببینید این سخن کسروی در سال 1323 است که رادیو ایران رو میگوید رادیو روزخانی شده و یک عده آدم یا ناآگاه به تاریخ یا دروغ پرداز یا تاریخ ساز و یا با دشمنی ما مصدق این رو به سینه مصدق در سال 1330 سنجاق میکنن. این رو کسروی در سال 1323 نوشته، در نامه‌ای که به ساعد مراغه‌ای نخست وزیر اون زمان نوشته شکایت میکند که رادیو دستگاه روزخانی شده و بعد میگوین مصدق آمد و روزخانی رو انداخت در رادیو یا موسیقی رو حرام کرد. آخه تا چند اندازه باید با تاریخ دروغ گفت؟ مصدق در یکی از روزهای آغاز نخست وزیری رزمارا در مجلس گفته بود که اگر شما میکشید ما هم میکشیم. و در پاره از تاریخ نویسی ها از دیدار سران جبهه ملی با فدایان اسلام در همان روزهای پیش از کشتن رزمارا یاد میشود. آزاد ساختن خلیل طهماسبی هم در همان هفته های پس از آغاز دور دوم نخست وزیری مصدق روی داد. اینا درسته آقای امینی؟ ببینید جناب مرید، من امیدوار بودم وقت داشته باشیم. من خیلی پرگویی کردم در پاسخ به پرسش های پیشین که به اون بخش دیگری حالا میتونیم در بخش دیگری اینا رو مفصل بیان کنیم. حتما هفته آینده. ولی امیدوار بودم به موضوع اتهامی که به مصدق میزنن در مورد اینکه ملاقات با رو آزاد ساخت و نواب صفوی رو آزاد ساخت و به دروغ بودن این افسانه بپردازم که ماجرای خلیل طهماسبی هم با اون پیوند داره. اما چون فرصت نیست و هفته آینده به مسئله رابطه فدایان اسلام با زندیات مصدق خواهم پرداخت، فکر کنم یکی دیگر از برگ‌های ناروشن تاریخ است. موضوع خلیل طهماسبی خیلی روشن است در اینجا. خلیل طهماسبی پیش از آغاز زمامداری محمد مصدق متهم به این شده بود که در کشتن رزمارا دست داشته. البته اسناد دیگری که امروز در دست ماست نشان میدهد که خلیل طهماسبی یکی از کسانی بوده که برای کشتن رزمارا در نظر گرفته شده بود یا برانگیخته شده، یعنی فدایان اسلام خلیل طهماسبی رو در نظر گرفته بودن، استاد خلیل چون نجار بوده و دستگاه دولتی هم آدم های دیگری رو در نظر گرفته بودن و امروز خوشبختانه اسناد زیادی در مورد کشته شدن رزمارا در دست ماست. من به اون نمی پردازم. اما این موضوع آزاد کردن خلیل طهماسبی یکی از برگ های بسیار دردناک در سرنوشت و زندگی و رفتار رهبران جبهه ملی است. در این جای گفتگو نیست. مصدق بخشی از این کارزار نیست. راستی این است که پس از 30 تیر به پیشگامی آقای همون یار نزدیک آقای کاشانی به پیشتازی ایشان می آیند و ماده واحده ای رو
به مجلس شورای ملی میبرند. ماده واحده بسیار بسیار غم‌انگیز است، بسیار دردناک است، و در این ماده واحده آمده که از آنجایی که خیانت رزمارا بر مردم ایران آشکار شده، کشتن او قتل به شمار نمی آید و از این رو باید خلیل طهماسبی رو آزاد کرد. ببینید، مجلس آمد همراه با نمایندگان جبهه ملی به آزاد شدن خلیل طهماسبی رأی داد. مصدق 3 ماه زیر بار نرفت و بالاخره پس از اصرار زیاد مجلس سرانجام خلیل طهماسبی رو آزاد کرد. این پیشنهاد را آقا شمس قنات‌آبادی به مجلس برد. بحثی است که اجازه بدهید هفته آینده بسیار عالی است. خیلی ممنون آقای امینی عزیز. دوبار تا کنون درباره ناروشنی‌های پیرامون مصدق سخن گفتید و بسیار بسیار جالب بود به نظر من. بعضیش خود منم نمی‌دونستم. شب و روزتون خوش آقای امینی عزیز. موفق باشید.